با سلام به همه شما دوستان عزیز، من امیر کلینی هستم و امروز دنباله مبحث تاریخ بزرگ رو با هم مرور میکنیم. همطور که قبلا گفتیم، تاریخ بزرگ یا پروژه بیگ هیستوری پروژه آموزشیه که هدفش وارد کردن این مجموعه اطلاعات در مدارس آموزشی مختلف در سطوح مختلفه. تعریف تاریخ بزرگ عبارت از مجموعه تمامی اطلاعات علمی انسان در تشریح چگونگی پیدایش همه چیز، آغاز بیگ بنگ یا مهبانک تا مواد، کهکشانها، زمین، حیات، انسان، جوامع، روابط انسانی و قوانین حاکم بر آن و در آخر امکان و توانایی پیشبینی آینده. تاریخ بزرگ به صورت مشخص 5 ساله که آغاز شده با کمک مالی بیل گیتس و مدیریت استاد تاریخ دیوید کریستین. مجموعی که ما صحبت میکنیم، منابع اصلی ما مشخصا سخنرانی های دیوید کریستین که 48 سخنرانی نیم ساعت است و سپس تکستبوک، کتاب درسی تاریخ بزرگ و کتاب های دیگه. قبل از اینکه وارد مبحث امروز بشیم، دوستان اما پرسیدن که چگونه میشه این برنامه رو دانلود کرد. ما به زودی پس از اتمام این سری برنامه هامون همه این برنامه ها رو به صورتی مرتب میکنیم و به صورت پشت سر هم اینا رو روی یوتیوب قرار میدیم که امکان دانلودش به صورتهای مختلف برای شما آماده بشه. و دوم اینه که این برنامه ما 2 یا 3 دفعه دیگه جلسه دیگه کامل خواهد شد و این پروژه معرفی تاریخ بزرگ تمام میشه. بعد از اون پروژه بعدی رو باید با راهنمایی های شما و کمک های فکریتون راجعش فکر کنیم و طراحی کنیم. اما در 3 جلسه پیش دوست بسیار عزیزمون آقای دکتر علی نیری داستان بیگ هیستوری و قسمت های اولش رو برای ما توضیح دادن، از شروع همه چیز بیگ بنگ تا پیدایش ستاره ها و کهکشان ها و سرانجام چگونگی پیدایش منظومه خودمون، یعنی منظومه خورشیدی. ما توضیح دادیم که در حدود 7-8 برنامه قبلی که داشتیم چگونه حیات از 3.8 بیلیون سال پیش آغاز میشه به روی کره زمین و در یک پروسه ای که تا حدی اونو توضیح دادیم سرانجام به انسان میرسه که حدود 7 میلیون سال پیش از ایپ ها جدا میشه و انسان کنونی هوموسیپین حدود 200 هزار سال پیش در آفریقا اولین شواهد فسیلی شما پیدا میکنیم. این انسان ها یعنی هوموسیپین در موج های مختلف از آفریقا خارج میشه و به آسیا، اروپا و سرانجام آمریکا میرسه. زندگی اولیه انسان رو توضیح دادیم، نوع زندگی غذاکوچ هانترگردور که مرتب در حال حرکت بوده و سرانجام حدود 10 هزار سال پیش کشاورزی آغاز میشه. توضیح دادیم که دلایل آغاز کشاورزی چی بوده. اما چند مشخصه اصلی که دوران کشاورزی داشت و با هم توضیح دادیم، اولیش افزایش بسیار جمعیت و تمرکز آن در روستاهاست. یکی از مشخصهای دیگه شیوع بیماری های واگیر بوده که در نتیجه تمرکز جمعیت به وجود میاد و سرانجام پیدایش قدرت، طبقات و بست مردسالاری. یه نکته دیگه باید اینجا بهش اشاره کنیم و اینه که ما معمولا وقتی به تاریخ و به گذشته نگاه میکنیم، بسیار مواقع شرایط الان و مشخصات زندگی امروزی رو میخوایم به گذشته تطبیق بدیم و گذشته رو از این زاویه ببینیم که متاسفانه ما را دچار خطاهای بسیار میکنه. چیزی که باید تاریخ بزرگ علاوه بر اطلاعاتی که به ما میده، این شرایط رو برای ما ایجاد میکنه که ببینیم چگونه یک مصری مجموعه شرایط اجتماعی، اقتصادی، نوع زندگی راه حلای خاصی رو نیازمند میکنه و این نیازمندی، این شرایط جامعه باعث میشه که بسیاری از چیزهایی که ما در تاریخ میبینیم اتفاق بیفته. و اگه ما بخوایم نوع زاویه کنونی رو به گذشته تطبیق بدیم، مثلا بگیم این شاهان که حمله میکردن آدم های خونخواری بودن، در صورتی که جنگ یکی از
نیازهای اون زمان بوده، یا اینکه این مذاهب بسیار عقب افتاده بودن یا غیر از اون. بعد نگاه کنیم که این مذاهب هر کدوم در چه زمانی اومدن و چه نیازهایی رو می‌خواستن جوابگو باشن. اما نقش انسانی در این شرایط البته هست و مجموعه اتفاقات مختلفی که به همزمان شکل میگیره به طور مشخص میتونه برای ما توضیح خوبی باشه برای تاریخ. تاریخ بزرگ با نشون دادن اطلاعات از زوایای مختلف کمکی بزرگی به ماست برای دیدن تاریخ در زمان خودش. بنابراین سومی مشخصه پیدایش قدرت، طبقات و بست مردسالاریه در جوامع کشاورزی. توضیح دادیم که قبل از کشاورزی قدرت از پایین به بالا بود، جوامع بین 20 تا 30 نفر بیشتر نبود، خانوادگی بود، همه همدیگر رو میشناختن و معمولا یک نفر رهبری نسبی رو داشت، اما در آخر حرف آخر رو همه گروه میزدن. وقتی که جمعیت جوامع زیاد میشه، جوامع از 30-40 نفر به بالای هزاران نفر میرسن، دیگه افراد یکدیگر رو نمیشناسن. شرایط جدیدی به وجود میاد که چند تا شما میتونید بهش اشاره کنید. مشخصا یکی این که تعداد جمعیت که بالا میره، شناخت افراد از همدیگه از بین میره و روابط جدیدی رو برای حل و فصل اختلافات، تجارت و غیره جامعه نیازمند میشه. دوم این که با آغاز کشاورزی ما میبینیم که مازاد محصول به وجود میاد، یعنی برای اولین بار مواد غذایی در انبارهای جمع میشه که بیش از نیاز همون موقع است. جوامع قبلی غذاها رو خیلی کم جمع میکردن. این باعث میشه که یک گروهی انبارداری رو به دست بگیرن و تقسیم این مواد غذایی و کمک به حل و فصل سایر نیازهای جامعه نیاز به رهبری رو به وجود میاره و از اینجاست که میبینیم قدرت از بالا برای اولین بار شکل میگیره. و در همین زمانه که واسه اولین بار طبقات به وجود میاد، چون این مواد غذایی، مازاد مواد غذایی میسوزه به صورت غیر مساوی بین افراد مختلف تقسیم بشه و طبقات در نتیجه اون به وجود بیان. یکی دیگه از چیزایی که به وجود میاد مردسالاریه. تا قبل از جوامع کشاورزی زنان و مردان نقش‌های مختلفی دارن، ولی کلن از نظر موقعیت در یک خانواده نقش مساوی دارن. و باز توجه کنیم که یکی از دلایلی که باز توجه بکنیم که به دلیل کوچ دائمی انسان‌ها خانواده‌ها نمیتونستن بچه زیادی داشته باشن. شاید بین هر 3 تا 5 سال میتونستن دارای نوزاد جدیدی باشن. بنابراین مادران در کنار کمک به بچه‌هاشون بسیار کارهای دیگر هم میتونستن انجام بدن. کشاورزی چند تا کار انجام میده. یکیش اینه که اینقدر مواد غذایی زیاد تولید میشه که انسان ها میتونن تعداد بچه بیشتری داشته باشن و تعداد فرزندان بیشتر، حتی کمک بیشتری به کشاورزی بیشتر. و صرف دیگه، چون خانواده ها در یک جا ساکن هستن، میتونن بچه های بیشتری داشته باشن و در یک خانواده تعداد بچه ها بیشتر از 5-6-7 تا میشه. این باعث میشه که مادر برای اولین بار اینقدر مسئولیتش در خانه زیاد بشه که هیچ گونه وقت برای تخصصی خارج از خانه دیگه نداره و در همین زمان تخصصهای اجتماعی شروع میشه. مردان نیروهایی هستن که وقت بیشتری دارن و در کنار تخصصهای مختلف قدرت رهبری و دولتی خارجی رو در دست میگن و کم کم این قدرت وارد خانواده ها میشه و شرایط کنونی رو میبینیم که مرد سالاری. البته جالبه که در چند دهه گذشته با به وجود اومدن وسایلی که جلوی بارداری رو میگیره، میبینیم که این رابطه داره بین میره و زنها به دلیل اینکه میتونن کنترل کنن بارداری رو و تعداد کمتری بچه داشته باشن، میتونن نقش قبلی خودشون رو به دست بیارن که دارن به دست میارن. برنامه امروز ما مشخصا آستانه یا مرحله هفتم کشاورزی و مرحله دومشه که از 5000 سال قبل آغاز شده. مرحله دوم کشاورزی مرحله تمدن‌های بزرگ و امپراتوری‌های اولی است. با افزایش جمعیت در روستاها حدود 5000 سال پیش به ناگاه ما شاهد آثار باستانی هستیم که شهرهای بزرگ بیش از 10000 نفر ساکنشون پدیدار میشن. این شهرها در نقاط مختلف و در زمانهای مختلف به وجود اومدن
اما به نظر میاد که همشون دارای قوانین مشابه و همسانی هستن. اما این مناطق اولیه در کجا و در چه زمانی بودن؟ نخستین تمدن‌های کشاورزی 5000 سال پیش در بین النهرین، غرب زاگرس و شمال آفریقا بودند و توضیح دادیم که مناطق تمدن‌های کشاورزی دنباله آغاز مناطق کشاورزی هستند که اولین بار در بین النهرین و فلفل کرسن یا هلال حاصلخیز شکل گرفته بوده. دومین تمدن کشاورزی در حدود 4500 سال پیش در شمال هند در کنار ایندس ریور یا رودخانه سند می باشه. البته گروه معتقدند که به دلیل نزدیک بودن هند به بین النهرین ممکنه که تمدن‌ها بسط پیدا کرده و این مناطق به صورت خودجوش آغاز نشده باشه تمدن‌های کشاورزی. سومین منطقه دنیا حدود 4000 سال پیش در شمال چین در کنار یلو ریور یا رودخانه زرد شواهدش پیدا شده. چهارمیش در حدود 2500 سال پیش، یعنی 2500 سال پیش در جنوب شرقی آسیا، جنوب چین، در مناطق میانه و جنوب آفریقا، ساب سهارا، اطراف شرق مدیترانه، در یونان و سرانجام در آمریکا به وجود اومده. آخرین نوع و منطقه تمدن‌های کشاورزی در جزایر اقیانوس آرام یک یا دو جزیره، البته این هنوز قابل بحثه چون گروهی معتقدن که اصولاً این جوامع به این حد پیچیدگی تمدن‌های اولیه نرسیدن. هاوایی یکی از این جزایره. اما افزایش جمعیت و پیدا شدن روستاهای پرجمعیت دو واقعه مهم در تأثیر شرایط بعدی جوامع کشاورزی بسیار مهم بوده. این دوتا مشخصه، یکی استفاده ثانویه تولیدی از در حیوانات secondary production evolution و دومی روش‌های مختلف آبیاریه. باید توضیح بدیم که بسیاری فکر میکنن که دامداری و کشاورزی همزمان آغاز شده. این واقعیت نداره. به نظر میاد که دامداری حدود 5 یا 6 هزار سال پیش آغاز شده، مدتها بعد از کشاورزی. مناطقی که به صورت مشخص میتونیم آغاز دامداری بدونیم غرب زاگرس، استپ‌های شرق روسیه، اطراف مغولستان کنونی و بین روسیه و شرق اروپا است. در این مناطق به خاطر کم آبی زندگی دامداری شکل گرفته و زندگی کوچنشینی از مشخصات این نوع زندگی بوده. بنابراین برای هزاران سال استفاده انسان از حیوانات فقط در گوشت و پوست اونا بوده. یعنی انسان از گروهی از حیوانات مثل گوسفند نگهداری میکرده برای ماه‌ها و سال‌ها و در موقعی که احتیاج داشته اینا رو می‌کشته و از گوشت و پوست اینا استفاده میکرده. در حدود 5 یا 6 هزار سال پیش تکنولوژی جدید به وجود میاد که استفاده دیگری از این حیوانات بدون کشتنشون. اولین استفاده از شیر حیواناته. تکنولوژی دوشیدن شیر تکنولوژی بسیار پیچیده‌ایه و طول کشیده که انسان این تکنولوژی رو پیدا کرده و از اون مهمتر همونطور که قبلا گفتیم انسان فقط کودکان قادر به هضم شیر بودن، اما به نظر میاد در طول دوران دامداری گروهی از انسان‌ها میتونستن از شیر استفاده غذایی کنن و اونو هضم کنن. این انسان‌ها به نظر میاد که دارای بچه های بیشتری شدن و در نهایت ژن هضم شیر در انسان افزایش پیدا کرده. البته هنوز گروهی از انسان ها دارای این ژن نیستن که ما اینها رو لکتوز اینتالرنس یا کسایی که نمیتونن شیر یا لکتوز رو بخورن نام میبریم. دومین مشخصه سکندری پروداکشن استفاده از پشم حیوانات بوده. ما یاد گرفتیم که گوسفند، شتر، پشم اینها در طول سال کوتاه کنیم و اولین لباس‌های پشمی
کفش های پشمی و سرانجام چادر های پشمی رو بسازیم که این تغییرات بسیار مهمی رو در جوامع انسانی به وجود آورد. با داشتن لباس های گرم به ناگاه انسان میتونست در نواحی سرد به راحتی زندگی کنه. و سرانجام و شاید از همه مهمتر استفاده از حیوانات برای انرژی و حمل و نقل بوده. ما برای هزاران میلیون سال، 7 میلیون سال تنها انرژی که استفاده می کردیم انرژی بدن و بازمون بوده. حدود 5000 سال پیش ما یاد می گیریم که از انرژی حیوانات استفاده کنیم و به خصوص این انرژی در کشاورزی، در موقع شخم زدن، در موقع حمل مواد سنگین کمک های شایانی میکنه. و سرانجام با رام کردن حیواناتی مثل اسب و قاطر و الاغ ما میتونیم سرعت حمل و نقل رو بسیار بالا ببریم و نقاط طولانی رو در زمانهای کوتاهی طی کنیم که میتونین حس بزنین که این چقدر جوامع انسانی رو تغییر داده. دومین مشخصه اما روش های مختلف آبیاری بوده. کشاورزی در چند هزار سال اولیه متکی بر نزولات و آب رودخانه ها و بعضی وقتا هنگامی که آب رودخانه ها بالا و پایین می اومده از این آب استفاده می کردن. کم کم انسان یاد می گیره که نهرها و جویبارها و کانال های آبی رو بسازه. اولین بار این کانال های آبی در جنوب عراق کنونی در غرب زاگرس پیدا میشه و این اولین نقطه‌ای که امپراتوری‌های بزرگ شکل میگیره. قصه به این صورته که در جنوب عراق کنونی در منطقه بین النهرین بین رودخانه دجله و فرات در جنوبش انسان‌هایی که از غرب زاگرس کوچ کرده بودن به این سمت میان. این مناطق باتلاقی بوده اول و کشاورزی انجام می شده ولی به سختی. با گرم شدن هوا حدود 5000 سال پیش این باتلاقا خشک می شن و کشاورزی به صورت گسترده تری شکل می گیره. اما همزمان این مناطق تجارتی و شاهراهای تجارتی قرار می گیرن. یعنی از سمت غرب به سمت شرق این مناطق راههای بسیار مهمی می شن. جمعیت در این مناطق افزایش پیدا می کنه و این افزایش جمعیت باعث میشه که ناگهان 5000 سال پیش ما وجود 10 تا 12 شهر پرجمعیت رو در این منطقه میبینیم. احتمالاً این شهرها در این شهرها قدرت کانال سازی و راهکشی برای آب عملی تر بوده و این کشاورزان به سمت این شهرها رو میبرن. این منطقه سومره. اولین تمدن بزرگ، تمدن سومر در جنوب عراق کنونی در قسمت غربی خلیج فارس. از این شهرهای بزرگ از جمله اور، اوروک، نیپور، لاگاش و شهرهای دیگه هستن که اوروک جمعیتی بین 20 تا 50 هزار نفر داشته که این جمعیت اولین بار بود که تعدادی به این زیادی از انسان در یک نقطه جمع شده بودند. همونطور که در این نقشه میبینین قسمتی که قهوه‌ای رنگه منطقه‌ای که شهر اوروک و اور و شهرهای اصلی در اونجا هستند. تمدن‌های کشاورزی دارای 4 مشخصه اصلی هستند که ما با توضیح دادن شرایط در سومر به جزئیات این مشخصات هم پی میبریم. این 4 مشخصه یکی به وجود آمدن نظام مالیات دولتیه، دوم پیدایش خط، سوم سازماندهی گروه های متخصص، دستجات نظامی و مذاهب متمرکزه و 4 برپایی ساختمان های نمادین باشکوه. مالیات های دولتی نتیجه همون شرایطی بود که قبلا گفتیم. با ازدیاد جمعیت نیاز به رهبری جامعه، نیاز به حل و فصل مشکلات جامعه و نیاز به محافظت از این شهرها بالا میره. رهبران و گروه‌های حکومتی برای
اینکه این تخصص ها رو انجام بدن شروع به جمع‌آوری اولین باج و خراج ها میکنن و از طرف دیگه چون کشاورزی در هر فصلی محصول مازاد به وجود میاره میتونن این مواد اضافی رو از کشاورزان به زور در اغلب مواقع جمع کنن، چون در دنیای ابتدایی وقتی که انسان ها مرتب در حالی کوچ بودن اصولا مواد غذایی مازادی نداشته که کسی بخواد اینا رو جمع آوری کنه. بنابراین مالیات به صورت رسمی یکی از اولین مشخصات کشورهای و تمدنهای کشاورزیه. دومین مشخصه پیدایش خطه. خط داستان بسیار زیبا و عجیبی داره. اصولا آغاز خط چگونه بوده؟ به نظر میاد که آغاز خط از حسابداری و انبارداری شروع شده. هنگامی که دولت‌های بزرگ به وجود اومدن، دستگاه‌های دولتی به وجود اومده، اولین بار بوروکراسی‌های دولتی به وجود اومدن. گروه‌هایی که باید کنترل می‌کردن منابع مالی دولت‌ها رو. این افراد برای اینکه بتونن انبارداری کنن، شروع می‌کنن علائمی رو به وجود بیارن تا نشون بدن که مثلا چقدر غله دارن، چند تا گوسفند دارن و همچنین در مبادله با یکدیگر بتونن این مواد رو دنبال کنن. بنابراین اولین نوع نوشتن به صورت یک ژتون بوده که علائم مواد غذایی یا حیوانات بوده. به تدریج این ژتون ها تبدیل میشن به حکاکی به روی لوحه های گلی و اولین خطها خطهای میخیه که بیشتر راجبش توضیح میدیم. ولی این نوع خط فقط به صورت چند تا عدد و شکله. چجوری نوشتن به صورت داستان و تاریخ آغاز شده، این قاعده رو بهش میگیم ریبس. قاعده ریبس رو میشه با یک مثال توضیح داد. البته این یک مثاله و به این صورت آغاز نشده. در زبان کنونی ما برای تیر و کمان، برای تیر میتونیم یک فلش بکشیم که نشون دهنده تیر باشه. از طرف دیگه لغت تیر به عنوان ماه اول تابستان همون اسمو داره. ما اگه فلش رو بکشیم و یک علامت بالاش بذاریم میتونیم از این به عنوان تیر به عنوان ماه استفاده کنیم. به این صورت اولین لغات شروع میکنن بس پیدا کردن، استفاده از لغاتی که هم نام بوده و با گذاشتن علامت هایی در کنارش و استفاده از همون شکل مفاهیم جدید رو ما تونستیم که بنویسیم. البته این نوع خط طولانی بوده گسترشش و در جوامع مختلف اشکال مختلفی داشته که من دوست دارم که چند نوع از اینها رو به شما نشون بدم. اولین نوع خط گفتیم در سومر بوده که خط میخی یا کیونیفورم رایدینگ هست و سپس در بابل خط میخی همینطور که میبینیم یک تغییراتی کرده و سرانجام خط قدیمی ایران یا اولد پرژین به شکل خط میخی. البته مفاهیمش و این اشکال تغییر پیدا کردن و بسیار متنوع شدن که در این شکل میتونین این حروف رو ببینید. این چند لغته که به خط میخی نوشته میشه برای شاه، دومی ارث یا کره زمین و سایرش و این اعدادی بوده که به صورت خط میخی زبان فارسی قدیم نوشته میشده. البته این خط به یک نوعی در مناطق مختلف فرق میکنه. در مصر این به اسم هایروگلیفیکه که بیشتر اشکال تا رمز، در چین به این صورته و همچنین جالب اینه که ارتباط از طریق خط در بین النهرین به این صورت بوده که دیدیم، اما در آمریکای جنوبی این نوع خط هیچگاه شروع نشده. یک نوع خطی به اسم کیوپس شکل گرفته که در این شکل میبینین به صورت گره ها و رنگ هایی بوده که اینا در این مجموعه بافتنی به وجود میاره، یعنی
با تغییر رنگ با گره هایی که می زدن سعی می کردن که یه سری اطلاعات رو منتقل کنن و حفظ کنن. و اولین داستان انسان داستان گیلگمشه. داستان گیلگمش راجب یکی از شاهکاری که احتمالاً واقعیه. خود داستان 3200 سال پیش نوشته شده، اما در مورد 4750 سال پیشه که ما یه مقدار از این داستانو براتون میخونیم. اما در اینجا یک تنفس کوچیک میگیریم. همونطور که گفتیم داستان گیلگمش اولین داستان نوشته شده انسانیه. دوست دارم که این داستان رو یه مقدارش رو برای شما بخونم. این راجع به پادشاهی به اسم گیلگمش در شهر اوروک که حدود 4750 سال پیش. گیلگمش توانست معبد مقدس اینانا خدای سومر و دیوار عظیم شهر اوروک را بازسازی کند. دیواری که در هیچ شهری همتراز آن موجود نیست. بنگر که چگونه برج آن مانند مس زیر نور خورشید می درخشد. از پله های سنگی آن بالا برو، پله هایی که عمر و قدمت آن از ذهن ما خارج است. به معبد ایشتار، اسم دیگه اینانا، نزدیک شو. معبدی که هیچ پادشاهی نتوانسته چیزی در اندازه و زیبایی به آن بسازد. بر روی دیوار دور شهر اوروک قدم بزن. به پیریزی عظیم دیوار و آجرکاری آن که شاهکاری است نظر کن. این شهر را ببین با درخت‌های نخلش، با باغ‌های ارکیده، قصرها و معبدهای باشکوه، مغازه‌ها و بازار آن، خانه‌ها و میدان شهر. بسیار جالبه که می‌بینیم که اولین نوع نوشتن به چه صورت بوده. اما دومین مشخصه خط بود. مشخصه بعدی که راجعش می‌خوام صحبت کنیم سازماندهی گروه‌های متخصص، دستجات نظامی و مذاهب متمرکز بود. مشخصاً به دلیل همون چیزهایی که قبلا گفتیم، شرایط جامعه نیاز به متخصص‌ها رو در جامعه بالا می‌بره. برای اولین بار گروهی میتونن به جای اینکه خودشون کار کشاورزی انجام بدن، از مواد غذایی که کشاورزان می‌سازن استفاده کنن و در کار دیگه تخصص پیدا کنن. کارهایی مثل نجاری، قبرکنی، سنگسازی و بسیاری کارهای دیگه که متخصصین مختلفی پیدا میکنه. با بزرگ شدن شهرها نیاز به حفاظت از این شهرها امری بسیار مهم میشه. بنابراین اولین دسته های رسمی نظامی که تنها کارشون جنگ بوده و حفاظت از شهر شکل میگیره. و مسئله دیگه، مسئله‌ای که زیاد راجعش میشه صحبت کرد، مذاهب بوده. تا در اوایل دوران کشاورزی هر شهری خدای خودشو داشته و برای نشون دادن سمبل خداهاشون و یا سمبل شهر، این جوامع شروع میکنن که یکی از خداهای خودشونو به عنوان این نمود بزرگ میکنن. در شهر اوروک یک ستون 12 متری ما پیدا کردیم که به نام معبد سفید نامگذاری شده. این معبد برای خدای سومر بوده که اینانا بوده. البته جالبه که اینانا خدای عشق و جنگه و شباهت‌های زیادی با خدای مصری آیسیس و یک خدای هندی داره. اینانا همچنین سمبل ستاره زهره هم هست. اسمای دیگه هم داره که گفتیم یکی از اسماش ایشتاره. مذاهب به دلیل نیازهای جامعه و تصادفهایی که گفتیم خیلی از روی اتفاقاتی که میفته در امور رهبری شروع میکنن وارد شدن. به نظر میاد که شاید اولین رهبرهای سومر حتی روحانیانی بودن که بر سر کار میان. و جالب اینه که اولین
ساختمان های بزرگ، بزرگترین ساختمان های اون موقع قصرها نبوده، بلکه معبد ها بوده. در مثال مشخصه بعدی، مشخصه مهم این دوران، برپایی ساختمان های نمادین باشکوه. این مشخصه دست در دست مذاهب متمرکز و گروه های متخصص داره. برای ساختن بناهای بزرگ چند تا مسئله مورد نیاز. اول اینکه کشورهای بزرگ، تمدن‌های بزرگ و شاهان بزرگ برای نشون دادن قدرت خودشون دست به ساختن ساختمان‌های عظیم می‌زنن. یکی از دلایلش این بوده که ارتفاعی که این ساختمان‌ها داشته می‌تونسته بسیار بالا بشه و به نوعی ارتفاع بالاتر نشون دهنده نزدیک شدن به قدرت بالاتر و خدایان بوده که معمولاً در آسمان‌ها دنبالش می‌گشتن. اما مسئله مهم اینه که ساختن این بناها قبل از این اصولاً امکان پذیر نبوده، چون برای ساختن این بناها شما احتیاج به هزاران هزار کارگر دارین که برای چندین سال بتونن این منابع و این ساختمان‌ها رو بسازن. باید بتونین که حتی اگه اینها برده باشن، باید بتونین مواد غذایی اینها رو تامین کنین، باید بتونین سازماندهی کنین و این بناها رو در چندین سال بسازین. بنابراین این واقعه وقتی امکان پذیر میشه که کشورهای بزرگ و شاهان قوی به وجود بیان. و مسئله دیگه اینه که ساختمان بزرگ نیاز به طراحی بزرگ داره. جالبه که بدونیم شاهان مصری از یا خودشون یا اولین وزیرشون مهمترین تخصص اینها ساختمانسازی و طراحی بوده. در نقاط مختلف بناهای مذهبی رو ما میتونیم با هم ببینیم که تقریبا اشکال مشابه داره. اولیشو که میبینیم در این عکس در سومر، معبد سفید که این خرابه هاشه و از روی نوشته ها ما معبد سفید رو میتونیم بازسازی کنیم. در مصر که مسلمان همه میدونین اهرام به چه صورت هست، تعدادی معتقدن که این اهرام نشاندنده موجود فضایی. اما اگه دقت بکنیم که این اهرام کی ساخته شده و همزمانیشون و همشکل بودنشون با نقاط مختلف دنیا، میبینیم که چه رابطه مشخصی این بناهای بزرگ با رشد کشاورزی و به وجود آمدن تمدن‌های بزرگ داره. در آمریکای جنوبی هم این ساختمان‌های بزرگ ما می‌بینیم. این در آمریکای مرکزی توسط مایه‌ها ساخته شده. اما مسئله دیگه‌ای که اتفاق می‌افته در مورد جامعه سومر، قانون کلیه که ما می‌بینیم مرتب تکرار میشه و اون اینه که این جوامع پس از چندین صد سال معمولاً رو به زوال میرن. علت اصلیش علت اکولوژی یا طبیعیه. به دلیل افزایش جمعیت استفاده از زمین‌ها بیشتر میشه و کم کم منابع معدنی این خاک‌ها و کیفیت این خاک‌ها دیگه نمیتونه جوابگوی مواد غذایی برای تعداد بسیار این جمعیت‌ها باشه و این امپراتوری‌ها سقوط میکنن. سومر هم این اتفاق براش اتفاق میفته بعد از حدود فکر میکنم 1000 سال و گروه انسان ها احتمالاً از بین میرن و گروهی به سمت شمالی تر این منطقه کوچ میکنن. سلسله بعدی که پیش میاد، به وجود میاد، آکادیانه. آکادیان بین 4500 تا 3950 سال پیش دیده میشن. من چند تا مثال از این سلسله ها برای شما میارم، فکر کنم جالب باشه. همونطور که در این نقشه میبینیم، آکاد یه مقدار قسمت بالاتر بوده از شهرهای قبلیان اوروک. یکی از مشخصترین پادشاهان آکاد، سارگون پا
پادشاه آکاد بوده که حدود 4350 سال پیش زندگی میکرده. تمدن بعدی دو تا از امپراتوری های بزرگ بابل و آسوره. بابل و آسور دوران مختلفی داشتن. اولین دوره اولیه‌شون 3950 سال پیش بوده که تا 3530 سال طول میکشه. دوران بعدی میانی بین 3500 تا 3000 سال بوده و دوران سوم بابل بین 3000 تا 2600 سال بوده. البته بابل سرانجام بین 2600 تا 2100 سال پیش آخرین دورشه که این دوره نید که همزمان با دوران هخامنشی در ایرانه. و این قوانینی که گفتیم، پیدایش خط، به وجود آمدن دستجات نظامی، مذاهب متمرکز و ساختمان‌های باشکوه در تمام این سلسله ها دیده میشه. در این شکل که طراحی شده یکی از قصرهای زمان 3000 سال پیش بابل. این قصر بهش زیگورات میگن. زیگورات پله های زیادی داره که به مرکزش برسیم. این در آسوره و در این نقشه میتونیم این نقاط رو ببینیم. قسمتی که بنفشه قسمت بابل، آسور که پایتختش نینوا بوده قسمت سبز در شمال اینه، همونطور که میبینین غرب ایران در عراق کنونیه، و سرانجام یکی از امپراتوری هایی که به وجود میاد هیتایت، منطقه زرد. هیتایت جای ترکیه امروزیه و حدوداً بین 3600 تا 3178 سال پیش وجود داشته و بعداً منقرض میشه. در 3750 سال پیش ششمین شاه بابل، کسیه که ما باهاش آشنا هستیم به اسم حمورابی. حمورابی تعدادی قانون ازش باقی مونده که به اولین قوانین دنیا مشهوره که 282 قانونه، که چند تا از این قانون‌ها برای من جالب بود، گفتم برای شما هم در میون بذارم. یکی اولین قانونیه که چشم در مقابل چشم، برای اینکه قبلش اگه یکی کسی دیگر زخمی میکرد یا میکشته، اون گروه همه افراد خانواده اون طرف رو میکشتن. برای اینکه این روابط اجتماعی شکل پیدا کنه، این قوانین برای این نیازها به وجود میاد و قانون چشم در مقابل چشم اولیشه. یک سری از این قوانین در مورد قوانین اجتماعی بوده، مانند بردهداری، چگونه بردهداری انجام بشه. همونطور که گفتم ما نمیتونیم این جوامو چون بردهدار بگیم، بردهداری میکردن زیر سوال ببریم. شرایط اون جوامو با الان فرق میکرده. البته الان اگه ما خواهیم اون قوانین رو دوباره انجام بدیم، اون مسئله دیگه است، اون بسیار مسئله عجیب غریبیه. اما در اون زمان این قوانین احتمالاً جوابگوی شرایط اون موقع بوده. قوانین دیگه مثل قوانین خانوادگی، طلاق و ارث، و یک قانون در مورد قضاوت بوده و این در مورد قاضی ناعادله که اگه یک قاضی ناعادل باشه میشه برکنار کرد و جریمش کرد. توجه کنید این قانون 3750 سال پیشه. سند که باقی مونده از حمورابی این تخت سنگه که کد حمورابی مشهوره. و سرانجام در 550 تا 330 سال قبل از میلاد، یعنی 2550 سال پیش، سلسله هخامنشیان در ایران به وجود میاد و جزئیات، این جزئیات تاریخی که شما احتمالاً میتونین اینو پیدا کنین. من قبل از اینکه برنامه امروز رو تموم کنم، دوست دارم اولین لالایی که در تاریخ انسانی نوشته شده برای شما بخونم. این به زبان سومریه و به این صورت، البته من سعی میکنم که لهجه سومری به وجود بیارم. البته این شعر لالایی میگه که
اونسانگانو 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 کی دومون کشه اوسا کلو کی دومون کشه ای بدبدانی کنیب، که به معنی اینه که بیا ای خواب، بیا ای خواب، بیا به چشمان پسر من، عجله کن پسر من را خواب کن، خواب را به چشمهای او وارد کن. و با این لالایی قدیمی برنامه امروز رو پایان میدم. از وقت شما دوستان و توجهتون بسیار متشکرم و پیام هایی که شما از طریق فیسبوک به ما میدین بسیار کمک کننده است و امیدوارم که هرچه بیشتر بتونین ما رو راهنمایی کنین. روز و شبتون خوش.